عرض کنم خدمتون که امروزه بیماری‌های ژنتیکی به عنوان یکی از مشکلات اساسی موجود بر سر راه تأمین بهداشت و سلامت انسان‌ها مطرح است. تهیه نقشه ژنتیکی توسط ایرانیان یکی از راه‌های حل این مشکله. ما نیتمون نیت هزار ساله است. می‌دونید خواص ژنتیکی توسط 50 تا 100 هزار ژن منتقل میشه. شما فکر می‌کنید که کشورهای دیگه بیکار نشستن؟ هرگز. پرورش نسلی پر انرژی، باهوش، مقاوم در برابر انواع بیماری ها. هر انسانی به طور متوسط 5 تا 10 ژن معیوب داره. الان در بیش از 10,000 پژوهشکده و دانشگاه در سراسر آمریکا و اروپا مشغول همین تحقیقاتن. برای اینکه این ژن های معیوب به بیماری تبدیل بشن، باید با ژن مشابه خودشون زوج بشن. اینو بگم خدمتون که ایرانی ها یکی از 5 هوش برتر دنیا. اصلا چرا راه دور بریم؟ تو همین خاورمیانه خودمون بیشتر از 10 ساله که این تحقیقات شروع کردن، البته با کمک آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و دیگران. ما استحقاق اینو داریم که جایگاه خودمون رو ارتقا بدیم. جناب پروفسور رسولی اجازه بدین تو این لحظه بعد از 30 سال تلاش و تحقیق و مطالعه اگه قرار باشه یه درصدی رو روی موفقیتون تو آینده نزدیک تعیین کنین، رو چه عددی شرط می‌بندین؟ من عدد شرط بندی نیستم خانم، ولی اگه از من عدد می‌خواین چشم، من میتونم بهتون عدد بدم بدون هیچ شک و تردیدی. 100. جناب پروفسور میتونم یک سوال از خدمتتون داشته باشم؟ پروفسور محمد رسولی، رئیس پژوهشکده ایران ژنتیک، دانشمند، استاد دانشگاه در رشته ژنتیک مولکولی. حدود 10 سال پیش همسرش رو بر اثر سرطان خون از دست داده و در حال حاضر با تنها فرزندش دخترش مریم زندگی میکنه. این پروفسور ما در حدود 3 دهه است که روی پروژه تهیه نقشه ژنتیکی ایرانی ها مطالعه و تحقیق میکنه. یعنی درست کاری که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی دنیا روی مردمشون انجام میدن و البته به توفیق چندانی نرسیدن. حالا نتیجه تحقیقات پروفسور رسولی میتونه نقشه راه روشنی برای پیشبرد و تصحیح مطالعات و تحقیقات دانشمندان اون کشورها باشه. خب از نظر مسئولین شخص پروفسور و تحقیقاتش یه سرمایه ملیه. تو این شرایط حساس هر گونه خدشه‌ای به این سرمایه وارد بشه میتونه فاجعه آفرین باشه. پس باید همه جوره حواسمون بهش باشه دیگه. مراقبت 24 ساعته قرار اتفاقی بیفته؟ نه، ولی دفعات قبل مگر قرار بود بیفته؟ یه برنامه برای حفاظت از نخبگانه، به همین سادگی. زودتر اقدام میکنیم که دردسر نشه دیگه. تا چه موقع؟ مثل همیشه تا صدور دستور جدید. یادم اومد بچه ها، مریم رسولی دختر پروفسور در حکم دستیارشه و تنها محرم اسرارش در این تحقیقات. حواسمون باید به اونم باشه. میخوام یه لحظه از جلوی چشماتون دور نشه. بسیار خوب، چشم. بسم الله.
درخواست امضا میکنم ولی دانشگاه باید تصمیم بگیره در مورد. ببخشید خیلی دیر رسیدم. نه خیلی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اگه عذرت موجه باشه سعی میکنم فراموش کنم. یه آدم مردم واسه هر چهارچرخ ماشینم پنچر کرده بود. واقعا؟ خب راستش دروغ گفتم. به کلی فراموش کرده بودم. صبح تو باشگاه یادم افتاد. دیشب بابا رو مجبور کردم شامی رو که باخته بده. شام؟ باخت؟ سر اون پروژه مربوط به جهش ژنتیکی بابا رو همکاری شما حساب نمیکرد. آها حالا متوجه شدم. ولی من که قولی ندادم. گفتم روش فکر میکنم. روش فکر میکنم معنیش قبول همکاری نیست. این به برداشت آدم رو برمیگرد آقای دکتر. از نظر من که این بود. ولی اصلا خوب نیست که آدم به خاطر یه وعدشان به پدرش دروغ بگه. دروغ نگفتم. یعنی میخوام یه قبول میکنی؟ من معمولا آدمی نیستم که توی عمل انجام شده قرار بگیرم. ولی میتونم این دفعه رو استثنا قائل بشم. این جوونه؟ بله. اردلان رستگار متخصص نوروژنتیک. بر اساس تحقیقاتمون همکار پروفسوره. بیشتر از یه همکار به نظر میاد. تو مؤسسه ایران ژنتیک که با هم همکارم. خیلی هم صمیمی. یه شایعاتی هم هستش که ما هنوز روش مطمئن نیستیم. بفرمید. خیلی خب من به شایعات کاری ندارم. ولی ببینین آقای پروفسور دیگه با کیا رفت آمد داره. از اینجا به بعدش ما اطلاعات دقیقی در دست نداریم که مهندس بعدش ازدواج کرده، صاحب فرزند شده یا نه. البته با بقیه بچه‌ها داریم هنوز روش کار می‌کنیم. اردلان در رشته ژنتیک پزشکی وارد دانشگاه شد. موضوع پایان‌نامه‌اش در مورد بیماران اسکیزوفرنیک اونم با منشأ ژنتیکیه. در سال 2008 در دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینز آلمان فارغ التحصیل شد. اونم با نمره A. تو 25 سال گذشته فقط 6 بار اومده ایران. آخرین بارش هم اردیبهشت امسال بوده. حدوداً 4 ماه پیش بود که به دعوت پژوهشکده ایران ژنتیک مشغول به کار شد. البته محبوبیت خیلی زیادی هم بین کارمند. بله بفرمایید. یه چیزی بیارید. ببین بارها هم به شما تذکر دادم ماشین سوری پاکی هم سوری نذارید. ولی توجه نمی‌کنید کار خودتون رو می‌کنید. آقای سلمی من خیلی عجله دارم. خواهش می‌کنم سرکار خانم رسولی. با شما خانم مؤدب باشید آقای محترم. من چه بی‌احترامی به شما کردم؟ بارها این موضوع رو به شما تذکر دادم ولی مثل که حواستون نیست. شما حق ندارید به خاطر اینکه دختر پروفسور رسولی هستید هر کاری دلتون میخواد بکنید قوانین اجازه زیر پا بذارید. هیچی. یکی اینجا هوای سخنرانی به سر زده. اینجا هم شده پادگان. همه تحت فرمان گروهبان قندلی. چرا بی‌احترامی می‌کنی خانم؟ شما تشریف برید ماشین جلوی پارکینگ همسایه برمی‌دارید. خب اگه تونستی خودتو تکونش بدین. البته بوقش خرابه. خانم رسولی خب حالا بهترین؟ آره خوبم. بنده خودت چیزی نگفت که شما اینقدر ناراحت شدی. آخه کار هر روزشه. اینم وظیفه‌شه دیگه باید بگه. میدونین من یه درخواستی نوشتم که علاقه دارم تو پروژه تهیه نقشه ژنتیک کشور دستیار پروفسور بشم. فقط میترسم که با درخواستم موافقت نشه. خب دلیلی نداره موافقت نشه. بابا از هر لحاظ به شما اطمینان داره. آره میدونم پروفسور همیشه من لطف داشتن. خب من دیگه باید برم. شاید موقعی نهار تو رستوران هم دیگر دیدی. حتما. خداحافظ. الو فرح باش چطوری؟ باشه ببین احوال پرسی باشه برای بعد. میخواستم ببینم که تو بچه های معاونت اروپا کیا رو میشناسی؟ ای بابا
آها خیلی خوب، خیلی خوب، باش منتظرم ها. چک کن همه چیز سر جاشه. تو هم موقعیت سوژه رو چک کن. رشاد موقعیت رو اعلام کن. رشاد موقعیت رو اعلام کن. سوژه هنوز حرکت نکرده. خیلی خوب، چیزی رو خبر بده. باشدم. خوشتیب شدیم ما. خیلی. ببین این هاردی که برداشتم اطلاعاتش رو کپی کرده بودی دیگه. آره، مطمئن باش. کاری نداری؟ گوش بزنی باش. حتما. Thank you.
تحت نظره. داره برمیگرده. احسان جان، احسان جان بهش شدم. بگوشم احسان جان. سوژه داره برمیگرده به موقعیت. فکر میکنم تا کمتر از 5 دقیقه دیگه پیش شما میشه. خیلی خوب. بهسان. بهزاد، صدای من داری؟ چی کار داری میکنی؟ جواب منو بده بهزاد. بهزاد بهزاد چی کار میکنی؟ جواب بده بهزاد. صدای من داری بهزاد؟ ببین سوژه تو 5 دقیقه دیگه اونجاست، جواب بده بهزاد. بهزاد جان. بهزاد بهزاد، بهزاد میفهم تو چه موقعیتی هستی ما؟ بهزاد بهزاد جواب بده. بهزاد سوژه رسید، لو رفتین، جواب منو بده. بهزاد جواب بده. داره نزدیک میشه به موقعیتتون. بهزاد نه، 12 همه.
قندون رو کجا گذاشتی؟ خب چه خبر؟ هیچی آقا، نه یه فایل مشکوکی، نه یه متن کدگذاری شده ای. بچه پاکه پاکه، دریغ از یه عکس بالای 18 سال. عوضش تا دلتون بخواد کلی سی دی موسیقی کلاسیک، یه سری فایل پی دی اف و مقاله و کتابای پزشکی همین. پس از قرار معلوم این آقای دکتر اردلان رستگار ما پسر خیلی خوبیه، یه جوون کاملا پاکیزه به معنای واقعی کلمه. همینه میخواییم بگین؟ شما انتظار دیگه ای داشتیم؟ نه نه نه، خیلی هم خوب، این یعنی درد سر کمتر، چی از این بهتر؟ حواستون بود؟ قافیه رو میگم، دردسر کمتر، چی از این بهتر؟ اجازه هست؟ خواهش بکنم. هوا امروز یه دفعه سرد شد. البته تو این هوای سرد یه فنجون قهوه یا یه لیوان چای داغ میچسبه. میتونم بپرسم به چی میخندین؟ به اینکه آب و هوا همیشه شروع خوبیه. ها، حالا فهمیدم. خب شما بگیم. شما بفهمید. باشه. با من ازدواج میکنی؟ ببخشید. با من ازدواج میکنی؟ خب میدونین من شاید آداب و رسوم فراموش کرده باشم، ولی همیشه سعی کردم آدم مبادی آدابی باشم. این چیزی هم که گفتم یه جور تقاضای ازدواج مؤدبانه بود فکر میکنم. خب ناراحت شدین؟ قبول دارم هر چیزی آداب و رسومی داره، ولی خب نه، ناراحت نشدم. میدونی من از همون روز اول که شما رو دیدم از شما یعنی... ببخشید من دیگه خیلی دیرم شده، باید برم. کجا رفتی؟ مگه شما نمیدونی ما امشب مهمون داریم؟ نیست ولی نیاز به تمرکز داره. پس که معلوم نیست، شاید با یه شوک. واقعا فکر نمی کنه یک هم زیادی داریم حساسیت به خرج میدیم؟ کار ما همینه، امیدوارم وقتمون رو هدر نداده باشه. این دفعه من دلم میخواد واقعا وقتمون رو هدر داده باشه. ترجیح میدم آخر کار ببینیم این بابا ریگی به کفشش نبوده و پروفسورم یه داماد خوب و سربراه نصیبش شده. ولی خب این شما بودین که روی اردلان رستگار خیلی حساس بودین، وگرنه چه دلیلی داشت که دستور تفتیش خونش رو صادر کنی؟ شاید یه حس گوانگ بود، یه حسی که قرار بود ما رو به یه جایی برسونه. تنها نکته‌ای که در این لحظه ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که چطور یه آدمی با وجود داشتن اینترنت پرسرعت و سیستم رایانه پیشرفته توی منزلش نیم ساعت از وقتش رو تو کافی نت صرف میکنه. Thank you.
بهشاد کنم جمعشو کن بریم باش سریع گوه دوازه چی شد؟ دواز داشتم آقا سوژه هنوز دیگه پژوهش کرده است این چیه؟ این گزارش دیروزه عجله کنید تو صداش در نگیر چشم خدافظ خدافظ خسته نباشید. سلام بفرمایید. حالتون خوبه؟ قربان شما. سیستم خالی داری؟ بله، سیستم 6 خالی. 6 کدومه؟ همین رو به رو. بفرمایید. چی شد بس؟ صبر کنید من آها این شد آفرین چی کار داری میکنه؟ میخواد ایمیلش رو چک کنه چی شد بس؟ یه دقیقه صبر کن خدا چیکار داری میکنی؟ داشت وقت نداری؟ سمپانی نمیرسم خبا انگار این دوستمون خوش نداره کسی تو کارش فضولی کنه انتظار این حالگیری رو نداشتم دیگه اه برگشت بله ولی حالا چرا؟
اومد بیرون. نگاه کن. کاوی محصل اخراجی دانشگاه برایلان تلاویف، مأمور ویژه عملیاتی در سازمان اطلاعات و وظایف ویژه با رتبه 2، دانشجوی نمونه در دانشگاه یوانس کوتنبرگ شهر ماینز آلمان و این روزها محقق ارشد در پژوهشکده ایران ژنتیک. بریم بگیریمش. میخواستیم بگیریمش که برام مثل آب خوردن بود. من خیلی تعارفی نیستم، ولی خودم دوست داشتم که یه زمینه چینی بکنم و از این حرفا بعد برم سر اصل مطلب، ولی مثل این که بلد نیستم. راحت باش. میدونه هیچی تو دنیا لذت بخش‌تر از این نیست که آدم اون چیزی که تو دلش هست بریزه بیرون. راحت حرف تو بزن. چشم. میخواستم ازتون خواهش کنم که آینده دخترتون رو به من بسپارید. قول میدم که خوشبختش کنم. یعنی عشق و علاقه من به مریم ضامن این قولمه. دکتر رسولی؟ بله. چرا من ازتون خواهش کنم که همراه ما تشریف بیارید؟ چرا؟ چی شده؟ یه چند ساعتی فقط مهمان ما هست. من متوجه نمیشم. نگران نباشید. همراه ما بیارید. ماشینم... مشکلی نیست. همکارم براتون میارتش. من نگران نباشید خانم. پس فرمونتون خیلی خوبه. عرض کردم بفهمید. ببخشید، فکر کنم اشتباهی شده. خانم مریم رسولی، متولد تهران، 5 تیر ماه سال 1361. اگر اینایی که گفتم با مشخصات شما مطابقت داره، پس اشتباهی نشده. شما از من چی میخواین؟ یعنی منظورم اینه که... خانم لازم نیست که نگران باشید. هیچ جای نگرانی وجود نداره. در واقع
شما رو خواستیم که چند تا سوال در مورد یه مسئله یا بهتر بگم مسائلی از شما داشته باشیم. این ملاقات کاملا دوستان است. من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. من اصلا به اختیار خودم اینجا نیومدم. از نظر من رفتار و حرفای شما اصلا شباهتی به دعوت نداره. ای کاش اونقدر فرصت داشتیم تا میتونستیم به تفصیل در مورد این زاویه دیده شما صحبت کنیم. اما متاسفانه وقت تنگه. و ما ترجیح میدیم که این فرصت رو برای به سرانجام رسوندن مسائلی مصرف کنیم که در ابتدای صحبتم گفتم. من فکر میکنم تنها چیزی که برای شما اهمیت نداره حد و حدود آزادی منه. من آماده شنیدن حرف شما هستم، گرچه بعید میدونم بتونم کمکی بکنم. خانم زود قضاوت نکنید. بین من و شما رمزی هست که توجه به اون میتونه ما را به مفهوم جدیدی از منافع مشترک برسونه. چه رمزی؟ اردلان رستگار.